بالای 50-60 بگم بالای 60% جامعه سفیر خرد مسلم بهمن آبادی، کتاب بسیار خوبیه. خوبی مسلم بهمن آبادی اینه که علاوه بر این که شما رو برای کنکور آماده میکنه، اون ثقیل بودن و سنگین بودن متن کنکور رو هم برای شما چیکار میکنه؟ یه ذره جا میندازه. یعنی یه ذره با خط رسم، با چی میگن؟ آره دیگه، رسم الخط. خط رسم گفتم، چی گفتم؟ خدایا خدایا خدایا، داغون شدیم. بریم سراغ آیات، شعر، حدیث و متن. بچه‌ها مجموع آیه و شعر و حدیث و متن بین 15 16 17 18 تا دونه سوال خواهد اومد. یکی از نکاتی که خیلی مهمه بچه‌ها، حدیث اونی که پیامبر گفته، اماما گفتن، این که تفاوتش با آیه رو بدونید. یعنی اگر یه چیزی رو متن گذاشتن برای شما، حدیث گذاشتن با این که متن گذاشتن برای آیه متفاوته. چون برای شما متن فارسی ممکنه بدن، شما معنیشو باید بدونی که کدوم آیه است کدوم حدیثه. بریم سراغ عمومی ها ببینیم اینجا چی داریم، اصلا موردی داریم که بخوایم بررسی بکنیم. من بررسی اینا رو تک به تک دیگه براتون کردم، واقعا نمیدونم. اوه بچه ها، عربی یه چیزی بگم. عربی اگر بتونم سوالشو پیدا بکنن. خب بچه ها، تو عربی اومده شده مثل زیست و اینا. ببخشید وسطش گفتم، دلم نیومد که اینو نگم. بچه ها نگاه کنید، بچه ها فعلای منفی داره میده. کدوم تو متن نیومده؟ کدوم از فواید بهار نیست؟ خیلی جالبه. بچه ها اینو ببینین. بچه ها وای. عین الخطا فی الاعراب و تحلیل صرفی. آقا میگه کدومش غلطه؟ قبلا میگفتش که آقا عینو صحیح. کدومش صحیحه؟ اینو حواست نباشه چه سوالایی نابود میکنی؟ بیا اینجا 40. اینا رو هر کسی بهت نمیگه، اصلا ندیدن سوال کنکور رو بگن. اسبحف 40 41 42 رو اینجا از دست میدی. بیا اینجا یه ماشاءالله بگو لذت ببریم. عین الخطا فی ضبط حرکات یا ابوالفس. بیا اینجا. عین الخطا فی المفهوم. آقا همش داره خطا رو میگه، همش داره منفی میگه. شده زیست، شیمی. میبینی سوالا رو؟ بچه خوندن متن سوال یکی از مهمترین قسمت هایی هست که اگر از دست بدین دیگه هیچی نمیتونه جایگزینش بشه. بعد ببین چند تا سوال از دست میده. عین ما لیس، اصلا عجیبه ها. ببین عجیبه ها، نگاه کن تعداد منفی ها رو نگاه کن. نگاه کن لیس، یه دونه، دو تا، یه دو، سه تا، چهار، پنج، شش تا، همش خطاه. هفت تا، هشت تا، ببین چند تاش منفیه. هشت تا، نه تا، ده تا. ببین چقدر جالب. تو میای میبینی آقا گزینه یک درسته میزنی میری. متوجه شدی چی میگم؟ متوجه شدی چی دارم بهت میگم؟ هستی با من یا نه؟ آها آقا اینو ببین، متوجه شدی چی میگم؟ حالا میخواستی بری سراغ دینی. ببخشید منو، انقدر حرف دارم که بزنم اصلا سوالای کنکور رو که میبینم میخوام 4 ساعت 5 ساعت راجبشون صحبت بکنم. ببینم سوالای دینی. آها خب بریم سراغ سوالات دینی. بچه ها خیلی لایو من و روزبه فکری رو کاش میدیدین. توی یه لایو یک ساعته 4 تا 5 تا یادم نیست چند تا سوال رو گفت من حل کردم. والله قسم میخورم قبلش سوالات رو حل نکرده بودم. اینقدر ساده بود، اینقدر راحت بود. استاد فروغی‌نیا هم کارشون فوق العاده است. منظورم اینه که کلا، یعنی شما با یه نکته تست خوب دینی میتونی کار رو جمع بکنی، میتونی هر آن چیزی که نیاز هست رو جمع بکنی بزنی بهتره کنی. این کارنامه دومو برای من آماده میکنی.